برو این بده کاری مردمو بده، حق و ناس گردنت نباشه. داری هی موبایل عوض کنی، نداری بقال محل سه ماس پول ازت میخواد بری بدی؟ نمیشه غیر و فرد سر جاش باشه، تمام دکون دارم از طلب داشته باشن، بعدم دلت خوش کنی که من دعا کامل رفتم و روزه رفتم و گریه کردم. تمام اینا مستحبه. مال مردم رو بسید، سه ما پیش مرغا رو خوردی، گوشتا رو خوردی، نمیخوای بری پولیشو بدی؟ یعنی تو خون از گلود بیاد و شهید بشی اما بدهکار باشی یقتو میگیرن، تو بهش رات نمیدن. هر کی میخوای باش. حالا بعضیا مسلمونن اما کاری با حلال و حرام ندارن. خیلی ببخشید آقا، قرآن میگه کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا. اگر عمل صالح میخوای، شرط عمل صالح شکم پاکه، لقمه حلاله. لقمه حرام بخوری کار حرام میکنی، شک نکن. کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، این قانون قرآن. شما نگاه کنید تاکسی خالی همیشه بوق میزنه. ماشین وقتی پر باشه که بوق نمیزنه، که بوق بزنه که چی؟ کجا سوار کنه؟ تو صندوق عقب؟ تاکسی خالی همیشه بوق میزن. کسی که چند تاش خالیه هی قر میزنه، هی شعار میده، من این طور، من اون طور، چرا منو نمیبینی؟ هی من میکنه. اما کسی که پر باشه، کسی که یه چیزی تو چند تاش باشه، صداش در نمیاد. شما کی دیدید تراول تو جیب صدا کنه؟ اما همیشه پول خورده سر و صدا داره. چرا این مشک وقتی یه ضربه بهش میخوره لغلغ میکنه؟ چون خالیه، پر نیست. انسان وقتی پر از ایمان شد سر و صدا نداره، همش عمله. والذین آمنو چی؟ بلعص ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، که پر بشه بعدش چیه؟ عمل الصلات. اما اینا که ایمانشون مشکل داره، ایمانشون سسته، قلبشون از ایمان پر نیست، اون وقت ای نق میزنن، قر میزنن. کسی که با ولی خدا باشه، دستش تو دست ولی خدا باشه، میگه عزت اینجاست، دنیا اینجاست، عقبا اینجاست. لذا اگر سیلی هم بخوره خوشحاله، تیر هم بهش بخوره خوشحاله. ما عنکبوت نیستیم، ما اصلا زنده هستیم به رابطه، ما زنده هستیم به ارتباطات، ما زنده هستیم که با هم باشیم، ما همه با همیم، درسته؟ پس حالا که قرار ما ارتباط داشته باشیم و حیاتمون به ارتباط بستگی داره، باید سواد رابطه داشته باشیم. و سواد رابطه چیه؟ هیچی، که زن جزی نگره، مرد کلی نگره. وقتی قرار شده ازدواج بکنیم، زن در یک سیاره است، مردم در یک سیاره است، برای اینکه به تفاهم برسن و رابطه خودش باشن، باید یه سیار سوم درست کنن. تفاوت زن و مرد از منظر گفتگو، اما گفت و شنوده. مؤلفه های گفتگوهای سازنده این بود که توجه به زمان بکنیم، محوریت موضوع رو مشخص کنیم، مشخص کنیم نقش طرفین چیه، شنونده باشه، مشاور باشه، چی؟ شروع کلمه با کلمه من باشه، اگه با تو باشه دعوا میشه. بعد بیان احساس، که من دیشب خجالت کشیدم، ترسیدم، احساس خودم رو از اون نگرانی که دارم و میخوام بیان کنم، بعدم ارائه راه حل بدم. قربونت برم، تو جلسه بعدی که رفتیم تو حواست جمع مثلا قوم و خیشات شد، که یه نگاه به منم بکن که من بدونم تو حواست با منه. هم که یه نگاه به من بکنی، من آرامش پیدا میکنم، نمیگم منو گم کرد، منو یادش رفت فلان. هم ارائه چی بکنم؟ راه حل. شاید هم شوهر شما یا همسر من راه حلایی خیلی بهتری رو تو این گفتمان به ما بیان بکنه. و یه نکته خیلی قشنگی گفتی، اینه که همیشه هر کی ناراحته حق باش نیست. نه، یعنی میتونه که اون کس که ناراحت باشه سوء تفاهم باشه، خودخواهی باشه، زیاده خواهی باشه. روی این قصه انشالله تو جلسه بعدی